سلام. احتمالاً تو آینده خیلی نزدیک فرایند تولید محتوای ویدیویی به شکل کامل عوض بشه. همین یوتیوب هم ممکنه دیگه این شکلی نباشه که الان میشناسیمش. داستان چیه؟ هفته گذشته شرکت اوپن ای آی که هممون به خاطر یه محصول معروفشون که چت جی پی تی باشه میشناسیمشون، یه مدل هوش مصنوعی برای تبدیل متن به ویدیو معرفی کرد به اسم سورا که واقعاً همه رو شگفت زده کرد. تو حوزه ویدیو هم هوش مصنوعی داشتیم که ویدیو برامون میساخت. منتها مسئله اینجاست که یه سال قبل یه مدل هوش مصنوعی که در دسترس عموم بود مثلا یه ویدیو مثل این رو میساخت که الان رو صفحه میبینید که همون موقع وایرال هم شد. ولی فکر کنم شما با ما هم نظر باشید که نتیجه خیلی افتضاحه و کاملا مشخصه که فیکه. ولی الان سورا میتونه یه همچین ویدیویی بسازه که واقعا به واقعیت نزدیکه و با نگاه اول شاید اصلا متوجه نشید که هوش مصنوعی تولیدش کرده. بعضیش اینقدر خوبه که اگه به کسی نگید که هوش مصنوعی ساختتشون به احتمال زیاد اصلا متوجه نمیشن. البته سایت اوپن ای آی هم حتما ویدیوهای خوب رو گلچین کرده و همه خروجی این مدل به این خوبی نیست. ولی به هر حال نتیجه کارش معرکه است. پیشنهاد کنم خودتون حتما یه سر به سایت اوپن ای آی بزنید و بخش سورا رو ببینید. لینکش رو براتون زیر ویدیو توی قسمت دیسکریپشن قرار میدم و خودتون بقیه ویدیوهاشون رو ببینید. اگر یه همچین چیزی در دسترس عموم قرار بگیره، تأثیر زیادی روی شیوه تولید محتوای ویدیویی میذاره و کار خیلی ها رو راحت میکنه از جمله ما یوتیوبرها و میتونه خیلی از کسب و کارها رو هم تهدید کنه که قراره توی این ویدیو دربارش توضیح بدم. اسپانسر این برنامه رسپیناست. رسپینا بزرگترین و معتبرترین شرکت ارائه دهنده پهنه باند اختصاصی برای شرکت‌ها و اشخاص به ویژه استریمرها و یوتیوبرهاست. رسپینا با داشتن بیش از 460 پابلشر تو سراسر کشور بهترین پوشش رادیویی رو داره و با مانیتورینگ به 4 ساعته که انجام میدن میتونن خدمات پس از فروش خیلی خوبی در اختیارتون قرار بدن. اگر دنبال اینترنتی هستید که دانلود پرسرعت و همینطور آپلود پایدار و سریع در اختیارتون قرار بده، برای فعالیت کردن در یوتیوب و یا استریم کردن در توییچ بهتون پیشنهاد میکنم از سرویس پوینت پوینت رسپینا استفاده کنید که لینکش رو زیر ویدیو براتون قرار میدم. من چند ماه پیش یکی دو تا ویدیو درباره هوش مصنوعی ساختم، گفتم که روند رشدش خیلی سریعه. الان با همین نمونه ها میتونید ببینید که پیشرفتش فقط در عرض حدود یک سال چقدر زیاد بوده و خدا میدونه دو سال دیگه به کجا میرسیم. مطمئن باشید در آینده نزدیک ابزارهای مثل این در دسترس عموم قرار میگیره و همه میتونن ازش استفاده کنن. خب اگه این ابزارا بیاد، برنده داستان کیه؟ بازنده ها کیان؟ یکی از کارهای سخت حوزه تولید محتوا پیدا کردن تصاویر مناسب و کلیپ های ویدیویی مرتبط برای ساخت ویدیو. من تو یکی از ویدیوهای اخیرم که توش ابزارهای یوتیوبی که خودم استفاده میکنم رو معرفی کردم، لینک ویدیو رو هم زیر همین ویدیو براتون میذارم تو توضیحات، یه سایت به اسم واتو المنت رو نشون دادم. این سایت ده ها هزار محتوای ویدیویی داره که شما بر اساس نیازت سرچ میکنیم، هرچی خوشت اومد و به کارت خورد رو انتخاب میکنیم، میاری تو نرم افزار ادیتت و میذاری توی ویدیوی خودت. سایت های رایگان هم که اصلا صحبتشو نکنیم. این سایت هایی هم که پول میگیرن و شما باید برشون اشتراک تهیه کنین، معمولا اون چیزی که به دلت بشینه شاید توشون پیدا نکنی. مثلا میخوای یه مستند درباره جنگ جهانی دوم درست کنی و یه سری فیلم رایگان بدون کپی رایت نیاز داری که تو ویدیوهات به عنوان بیرول استفاده کنی. بیرول همه ویدیوهایی هستش که شما میذاری توی ویدیوت و همجور که داری صحبت میکنی توی پس زمینه این ویدیو نمایش داده میشه و شما روی اون ویدیوها صحبت میکنی، مثل همین تصویری که الان داری میبینید. حالا تصویر جنگ جهانی که رایگان باشه و مشکل کپی رایت هم نداشته باشه شاید حتی توی این سایت ها هم پیدا نشه، ولی با یه سرویس هوش مصنوعی شاید با نوشتن یه خدمت بتونید دقیقاً همون فضایی که مد نظرت هست رو برای هوش مصنوعی توضیح بدی و اونم برای یه ویدیو کاملا مناسب بسازه. به عبارتی خیلی دور از ذهن نیست که روزی بیاد ما بشیم کارگردان فیلم خودمون. خیلی از کارهایی که تو پروسه تولید محتوا انجام میدیم رو محول کنیم به هوش مصنوعی. مثلا فقط فیلمنامه رو بنویسیم، بعد همون فیلمنامه رو بدیم هوش مصنوعی و اون هم به نسبت جملات ویدیوهای مرتبط برامون بسازه که به عنوان بیرول بتونیم توی ویدیومون استفاده کنیم. قطعا این جذابیت فیلممون رو خیلی بیشتر میکنه. پس ما میتونیم برنده این قضیه باشیم ولی میتونیم بازنده هم باشیم. چطور؟ یکی از دلایلی که به نظرم همه باید خودشون رو با این ابزار آشنا کنن اینه که این ابزار در آینده میتونن فرایند تولید محتوا رو خیلی سریع کنن و اونهایی که کار کردن با این ابزار حال بلدن تو زمان کم محتوای بیشتری میتونن تولید کنن و تو شما بیای به خودت بجنبی، یه سری آدم زرنگ ممکنه شما رو تو حوزه کاری خودت پشت سر بذارن و با تولید محتوای با کیفیت و با سرعت بیشتر بیان و جاتون رو بگیرن. حتی اگه قرار نیست از این ابزار استفاده کنید، باید خودتون رو باهاش آشنا کنید. شما باید توانایی این رو داشته باشید که با این تغییرات انعطاف نشون بدید و بتونید خودتون رو هماهنگ کنید. وگرنه همونطور که بهتون گفتم ممکنه موقعیت خودتون رو روی این شبکه از دست بدید، یا اینکه اگر زرنگ باشید شاید با اومدن این ابزارها پتانسیل یه جایی ببینید و با کمک این ابزارها بتونید رشد سریعی رو روی این پلتفرم تجربه کنید. مثلا فرض بگیرید این سب ویدیوها که تو این کانال میبینید
همش با موشن گرافی تو افتر افکت ساخته شده. هزینه ساخت موشن گرافی با این کیفیت تو کشورهای غربی شاید چند هزار دلار برای هر دقیقه باشه. اگر هوش مصنوعی بتونه یه روزی یه چیزی با این کیفیت براتون بسازه، با هزینه خیلی کم شاید خیلی از شماها هم ایده خیلی خوبی داشته باشید که به این سگ بتونید تولید محتوا کنید و بازدید خوبی هم براش بگیرید. پس یه پتانسیل هایی هم جای وجود داره که اگر این ابزار در دسترس عموم قرار بگیره، شاید ماها هم بتونیم ازش برای یه سبک خاصی از محتوا استفاده بکنیم. تو این داستان کلی شرکت هم میتونن بازنده باشن، مثلا سایت هایی که عکس یا فیلم میفروشن، مثل همین سایت Envato Elements یا سایت Shutterstock که خیلی قدیمیه، سایت StoryBlock که تخصصش همین کلیپ های ویدیویی هستش که شما میتونید دانلود کنید و روی ویدیو خودتون استفاده کنید، و کلی سایت مشابه به این. شما به جای اینکه بیای اشتراک اینا رو بخری که محدود بشی مثلا به 40,000 قطعه ویدیو، میری اشتراک اون سایتایی که با هوش مصنوعی برات ویدیو میسازن رو میخری، با خلاقیت خودت متن مینویسی و ویدیو رو تحویل میگیری، محدودیتی هم نداری. همین الان هم خیلی از این سایت ها احساس خطر کردن. من مثلا میدونم که یکی دو تا از این سایت هایی که عکس میفروشن از شرکتایی که توی این حوزه فعالیت میکنن تو زمینه هوش مصنوعی حتی شکایت هم کرده بودن. البته شرکت های مطرح مثل ادوبی زرنگ بودم، همین الانم هم رفتن سمت هوش مصنوعی که برای اون من قبلا ویدیو ضبط کردم، الان لینکش اینجا میتونید ببینید. الان ابزارهای هوش مصنوعی تقریبا تو همه نرم افزارهای ادوبی اضافه شده، مثلا تو فتوشاپ عکس رو برات ادیت میکنه، تو ایلاستریتور برات تصویرسازی انجام میده، و یا تو پریمیر از روی متن ویدیوهات برات اتوماتیک ویدیوهات رو کات میزنه، یا تو همون پریمیر با هوش مصنوعی نویز صدا رو برات میگیره و کیفیتشو بالا میبره. ادوبی دوست نداره که بازار رو از دست بده و همین خاطر خودش زودتر از همه دست به کار شده و خیلی از این ابزارها رو داخل نرم‌افزارهای خودش گنجونده. هر شرکت که سمت این قضیه نره قطعاً در آینده نزدیک بازنده است. حالا تجربه شما در استفاده از این ابزارهای هوش مصنوعی چی بوده؟ تا الان چه ابزارهایی استفاده کردید و کدومشون سرعت کار شما رو بالا برد؟ اگه براتون ممکنه تو قسمت کامنت‌ها بنویسید که بقیه بچه‌ها بتونن با این ابزار آشنا شن، چون تعدادشون خیلی زیاده و اغلبشو خیلی هامون شاید نشناسیمش. حالا رویکرد یوتیوب نسبت به این قضیه چیه؟ یوتیوب کلا با هوش مصنوعی مشکلی نداره. حتی تو پست جدید که تو بلاگ خودشون گذاشتن اطلاع دادن که اتفاقاً تمرکز زیادی روی هوش مصنوعی دارن تو سال 2024 و با آغوش باز ازش استقبال میکنن، ولی از طرفی یوتیوب میدونه که با اومدن این ابزارها دو تا اتفاق میفته. اول اینکه حجم تولید محتوا با هوش مصنوعی روی یوتیوب یه دفعه خیلی زیاد میشه و ممکنه این باعث بشه که کیفیت ویدیوهای تولیدی مطلوب نباشه، و قطعا تو همین سال جدید کلی قانون جدید برای هوش مصنوعی وضع میکنه. اتفاقا همین چند وقت پیش من یه ویدیو ضبط کردم در مورد اینکه اگر صدای هوش مصنوعی استفاده کنیم توی ویدیو کانال مونتیز میشه یا نه، و بعد از اونم باز یه ویدیو دیگه ضبط کردم در مورد اینکه یوتیوب قرار از یوتیوبر رو بخواد که اگر از هوش مصنوعی استفاده کردن اینو به بیننده اطلاع بدن. ویدیوش این بالاست، و یوتیوب هم قرار هست روی ویدیو یه متنی رو نمایش بده که نشون میده داخل ویدیو از هوش مصنوعی استفاده شده تا جلوی گمراهی و سوء استفاده رو بتونه بگیره. دومی مورد ریسک این تکنولوژی هاست. شاید یکی بگه ریسکی نداره، ولی واقعیت اینه که داره. این ویدیو که الان میبینید روی صفحه یه تبلیغ روی تیک تاک بود که مستر بیست رو نشون میداد که داره میگه که بیاید تو فلان سایت $2 بدید و تو قرعه کشی 10,000 آیفون 15 شرکت کنید. ولی واقعیت اینه که صدا و تصویر این ویدیو با هوش مصنوعی ساخته شده و اگر شما میرفتی تو اون سایت و اطلاعات پرداخت رو وارد میکردی حسابت برات خالی میکردن. پس ریسک خیلی زیادی هم میتونه داشته باشه و یوتیوب نمیخواد تبدیل بشه به جایی که این اتفاقات داخلش میفته. حتی خود اوپن ای آی هم گفته که سورا رو فعلا فقط در اختیار افراد کمی قرار دادیم که ایراداتش رو بهمون بگن و همینطور خطراتش رو هم بتونیم شناسایی کنیم که بتونیم جلوی سوء استفاده ازش رو بگیریم. بعد از این اون رو به شکل عمومی در اختیار بقیه قرار میدیم. حتی دارن روی چیزی کار میکنن که ویدیوهای تولیدی ابزار یه جوره یه امضا داشته باشه که بشه چک کرد که ویدیو واقعیه یا با هوش مصنوعی ساخته شده. خلاصه کلی تغییرات تو راهه. اگر میخواید نکات بیشتری از یوتیوب بدونی و نمیدونی از کجا شروع بکنی، پیشنهاد میکنم بالای یه نگاهی به این پلیلیست بندازی که اگر نگاه بکنی ویدیوشو به ترتیب بهت کمک میکنه که مسیر تو اشتباه نری و وقت تو روی این پلتفرم تلف نکنی. در آخر همین الان هم میشه از هوش مصنوعی تو تولید محتوا استفاده کرد. من ابزارهای هوش مصنوعی فتوشاپ رو برای ساخت تصاویر تو این ویدیو معرفی کردم، آموزشم دادم. پیشنهاد میکنم اگه میخوای یاد بگیری یه نگاهی به اون ویدیو بندازی. خدا نگهدار.